چه کردم با ذهن شما و شستن افکار شما صد حدیث و گپ بی جا گفتن همه از قول خدا عمرتان را پی نوری و زنان لخت جنت بودی و رعیت ماندی حاکمان شهرتان تن و تلا می بردن هی نماز می خونده هی دعا می کرده. و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا. وقتی خبر قرارداد ایران و چین رو شنیدید چه احساسی بهتون دست داد و چه کردید؟ آیا عصبانی شدید؟ آیا ناامید شدید؟ تظاهرات مردم در داخل کشور رو چگونه ارزیابی کردید؟ به نظرتون آیا اصولاً قراردادی که بین آخوندها و چین امضا شده اجرایی است؟ تحریم‌ها چه نقشی در اجرای شدن این پیمان نامه دارن؟ و فکر می‌کنید خامنه ای چه کسی رو از توی صندوق نمایش انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه بیرون خواهد کشید؟ گفتگوی رادیو ایراوا با آقای حسن دایی مدیر فروم ایرانیان رو همینک خواهید شنید. این گفتگو روز چهارشنبه ضبط شده. با سلام به شما آقای دایی عزیز، سال 1400 و آغاز قرن 15 رو هم بهتون تبریک میگم و امیدوارم که این سال رو با سلامتی شروع کرده باشید آقای دایی. خیلی خوش آمدید. سلام خانم غفاری عزیز، منم به شما تبریک میگم سال نو رو، نوروز رو با تأخیر، و به همه شنوندگان عزیز خوشحالم که در خدمتتون هستم. خواهش میکنم آقای دایی، بحث امروز ما بیشتر در رابطه با همین قرارداد مرموز ایران و چین هست و یه سری سوالات دیگری هست که باید به اونا بپردازیم، ولی بالاخره به قول معروف گمان زنی ها در مورد قرارداد ایران و چین به واقعیت پیوست. ولی خب خیلی ها این قرارداد رو آقای دایی همونطور که میدونید، هرچند که هنوز جزئیاتش هم مشخص نیست به خاطر عدم شفافیت رژیم، شبیه میدونن به قرارداد ترکمنچای. ولی مثل اینکه رژیم اعلام کرده که چین با علنی شدن مفاد این قرارداد مشکل داره، ولی واقعیت قرارداد ایران و چین، یا بهتر بگم آخوندها با کمونیست‌ها چیه و آیا آقای دایی مشکلی از رژیم حل میکنه؟ عرض کنم که یک مقدار هم برای من احتمالاً و خیلی های دیگه ممکنه این دشواری وجود داشته باشه وقتی که بخوام راجع به این مسئله صحبت بکنیم با فضای کنونی که هست، که خب در اینکه جمهوری اسلامی وطن فروشه که شک و تردیدی نیستش که درست. چین رو هم که خب همه میدونن، بنابراین با وجود این نگرانی ها و با اعتراضی که هموطنان میکنن، مثلا اگه من بخوام در مورد این سندی که امضا کردن بخوام بگم که نه مثلا قابل اجرا نیست آنطور که میگن و اینها و بخشش میتونه تبلیغات باشه، خب ممکنه برای عده این تصور بشه که من دارم از این حساسیت هموطنان کم میکنم و کار خوبی نیست. در صورتی که باید واقعیت رو از همه طرف نگاه کرد، همه جوانب رو باید نگاه کرد. من شخصا اعتقاد دارم که آن چیزی که امضا شده قرارداد یا پیمان نامه نیست، یک نقشه راهه، یک تفاهم نامه است که خیلی هم مرسومه بین کشورها. اون تفاهم نامه وقتی به توافق رسید، بسته به شرایط از توش قراردادهای مختلفی ممکنه در بیاد. ممکنه 50 تا قرارداد نفتی و ریل راهن و نمیدونم کشتیرانی و مسائل دیگه از توش در بیاد، ولی این یه سند همکاری یا تفاهم نامه هستش، هنوز به قرارداد مشخص اجرایی در هیچ زمینه نرسیده. من این اعتقادم هست. چرا آقای دایی؟ به خاطر این که به سابقه این نگاه بکنیم، از قبل، یعنی موقعی که برجام در حین مذاکرات بودن، این مسئله مطرح شد که بین چین با جمهوری اسلامی در کدوم کادر هم مطرح شد. یکی اینکه کلن همکاریاشونو گسترش بدن، بالاخره ایران یک کشور مهمیه در منطقه، از نظر مجموع نفت و گاز ما در جهان اولیم، یعنی در نفت مثلا چهارم یا پنجمیم، در گاز هم اول یا دوم، مجموعش ما خود اولیم. از نظر جغرافیایی هم بسیار مهمه، جایی که ما قرار داریم میتونه پروژه های مهم ترانزیت انرژی، حمل و نقل کشور ما به اروپا، به آسیای مرکزی و کل خاورمیانه باشه. خب برای چین اهمیت داره، به خصوص این پروژه جاده ابریشم جدید رو که نزدیک به 2 تریلیون دلار احتمالاً براش خرج خواهد کرد، این رو در دست داره.
خب همه اینها در اون چارچوب مطرح شد. ولی اگه یادمون باشه همه چیز رو معطل نگه داشتن. رئیس جمهور چین موقعی به ایران اومد که برجام امضا و اجرایی شد، یعنی 6 ماه بعد از امضای برجام که تحریمی نباشه. اومدن یه سند تفاهم نامه رو امضا کردن. توی این 5 سال گذشتم فکر کنم 2 یا 3 بار این تفاهم نامه بروز شده، یه تغییراتی کرده. من اعتقاد دارم این سندی که امضا کردن چند روز پیش همون بروز شده همون سنده. از توی این به اصطلاح تفاهم نامه در این 5 سال هیچ نشانی نیست که هیچ قرارداد مشخصی در عمل انجام شده باشه. درست؟ بنابراین من اعتقاد دارم که حالا میتونیم وارد جزئیاتش بشیم، دلایل من رو بشنون هموطنانی که میخوان. قصد ندارم نگرانی ها رو کاهش بدم، نمیخوام وطن فروشی جمهوری اسلامی کم کنم، نه ماهیت غارتگر چین رو، نه میخوام بگم که در شرایط کنونی این قابل اجرا نیست. دلیل اصلیش هم تحریم هاست. دلایل متعددی داره اگه بخوام واردش بشیم، ولی من اعتقاد دارم که این تفاهم نامه جمهوری اسلامی تبلیغاتی که روش میکنه اهداف خاص خودش رو داره، اهداف تبلیغی داره، سعی میکنه یه پیام برسونه، ولی در عمل به خاطر چند دلیل عمده قابل اجرا نیست. این رو من عمیقا اعتقاد دارم. به این معنا نیست که نگران نباشیم، همیشه باید نگران حکومت باشیم، ولی قصد من اینه که خانم غفاری ببینید همین امروز من دیدم، امروز و دیروز میدونید که نایاک و لابی های جمهوری اسلامی یه بسیج کامل کردن. دیروز و امروز سناتورها، نمایندگان مجلس، روزنامه‌گاران آوردن خطاب به کاخ سفید که چرا تأخیر میکنی، چرا برنمیگردی به برجام. درست؟ توی همچی فضایی حالا شما تصور بکنی یه عده‌ای کارشون این شده تو چند ماه گذشته دارن مدام این پیام رو میدن که بایدن که خب اومده که جمهوری اسلامی رو نجات بده. بالاخره این بایدن که نوکر، به قول این خیلی ها که حرفتن، نوکر گلوبالیست هست. گلوبالیست هم همون که انقلاب کردن، آخونده رو بردن. اصلا این عروسک گلوبالیست هست جو بایدن، سلیپی جو، جوی خوابالود به قول اینا. قبلا میگفتن که همون موقع من گفتم آقا کسی قصد نجات جمهوری اسلامی نداره، حتی بازگشت به برجام 100 تا مانع داره. دارن هم دوباره یه فضا هست که آقا ببینید یه ابرقدرتی مثل چین با جمهوری اسلامی یه قرارداد بسته 25 ساله با هم شریک شدن. این که خب وطن و فرو، خب در وطن فروشی آخونده که تو این 40 ساله که دیدیم که اصلا به وطن ما چیز ندارن که از سفره مردم برشتن خرج خارج کردن. ولی نه، چین اومده میخواد در قبال نفت و نام چی با اینا شریک بشه برای 25 سال. خب وقتی یه نفر با یک شریک میشه یه عبر قدرت، خب میخواد سر قدرت نگرش داره دیگه. خب پس این پیام که آقا مردم ایران نگاه کنید، چین یکی از عبر قدرت های جهان با جمهوری اسلامی 25 سال قرارداد بسه، دیگه کارش هم نمیشه که. ما هم که با 4 تا تومار و 4 تا تظاهرات نمیم کاری بکنیم که. اسلیپی جو و جو خوابالود هم از این طرف میخواد نجاتشون بده. آخه این چه فضایی دارن انتقال میدن بدونه که واقعیت ها رو بگن. حالا اگه واقعیت بود باید گفت، باید نگران بود، باید اقدام کرد. تازه به اقدام هم میرسیم. این اقدامه اونا که اعتقاد دارن وطن فروش رفت تمام شد، از ترکمنچا بدتره، این بود شما عکس عملتون؟ تمام عکس عملتون چی بوده؟ مثلا چند هزار نفر یه تومار امضا کردید، بعدا تمام خیابونای دنیا رو پر میکردید اگه اعتقاد داشتید، بعد مملکت به هم میریخت. ولی واقعش اینه که این پیام ها رو جمهوری اسلامی، آخه ما چقدر با جمهوری اسلامی باید بازی بخوریم. حالا اگر فرصت، یعنی شما آقای دایی، یعنی شما منظورتون اینه که این قرارداد رو به عنوان یک وسیله فریب برای رسیدن به اون چه که از آمریکا میخوان دارن باش بازی میکنن؟ نه، تبلیغات روی اون رو. این سند یه تفاهم نام است. چرا اصلا میگین این تفاهم نام است؟ این میشه اول توضیح بدین برای من لطفا. تفاوتش اینه که قرارداد یا پیمان نامه که میبندید کاملا مشخصه چه کارهایی میخوان بکنید، در چه حوزه‌هایی، چه سرمایه گذاری میشه، دو طرف چه تعهداتی دارن، چقدر زمانش طول میکشه و و و و و
کسی هم نقد بکنه چی میشه؟ نه که 5 سفر رو بشین 6 سفر رو امضا کنه جلوی همه دیگه، این میشه تفاهم نامه. یعنی بهش میگن مموراندوم آف آندرستندینگ که آقا ما میخوام دوست داریم این کارا رو بکنیم. به قول یه نفر داخل ایران گفت تو لیست آرزوها، این تفاهم نامه است. حالا این تفاهم نامه واقعیه ولی در 5 سال گذشته اجرا نشده، از این به بعدم 1000 تا مشکل برای اجرا خواهد داشت. اما این نیست که تفاهم نامه اینو جمهوری اسلامی درست کرده مثلا، بر نه، میدونه که قابل اجرا نیست. سر و صدا و تبلیغات پیرامونش اهداف تبلیغی در داخل داره برای درصد کردن مردم در داخل و یه پیامی هم در خارج داره. ولی اگه اجازه بدید من خیلی خلاصه بگم چرا این قابل اجرا نیست. حتما بفرمایید. ببینید یه نگاه بکنیم در درجه اول به سرمایه گذاری چین تو ایران. ببینید یک سرمایه گذاری میخواست بکنه تو 11 پارس جنوبی که با توتال شریک شد. بعد از برجام توتال هنوز تحریم‌های آمریکا هم نیامده بود، توتال رفت کنار. چین گفت آقا من سهم اونم میگیرم، مثلا میشه 2-3 میلیارد دلار 3-4 میلیارد مجموعش. همونم چین فرار کرد رفت. یه قطار سری و سیر میخواد بکشه به اصفهان، تهران، قم، اصفهان. چندین سال طولش داده، هی عقب میندازه، سرمایه گذاری نمیکنه، تمام دیگر پروژه های نفت و گاز رو تعطیل کرده رفته. به خاطر چی؟ به خاطر تحریم. حالا فقط مسئله چین نیست. ببینید اول از همه نکته اول اینه که دینامیسم تحریم رو ما باید بفهمیم. وقتی آمریکا این تحریم های مهمی هم که هست مصوبه کنگره، وقتی تحریم میکنن به این معنا نیست که یه مأمور میذارن تو هر کمپانی خارجی که نرو با جمهوری اسلامی معامله کن. نه، هر کی دلش بخواد میتونه بره معامله کنه، میتونه نفت بخره، هر کی دلش بخواد میکنه. آمریکا اگه متوجه بشه میگه آقا دیگه تو آمریکا شما نمیتونی تشریف بیاری، من مجازاتت میکنم. یه بانک بی ام پی بود 8 بیلیون دلار جریمه داد. 8 بیلیون دلار. خب نمیکنن، پاسبان نمیذارن که، پاسدار که نمیذارن که. درست. این نکته اول در مورد تحریم. نکته دوم، ما در یه دنیایی که به قول اینایی که ایراد میگیرن گلوبال هستیم. بسیاری از کمپانی های چینی سهامداران آمریکایی دارن، اینا با آمریکا کار میکنن، 1000 جور بده بستان دارن. آخه اینا ای بخوان بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن، یه جاده بزنن، تونل بزنن، اگه تحت تحریم قرار بگیرن تو معادن ایران که اکثرش تحت تحریمه بخوان کار بکنن، که خب پدرشون در میاد، آیندهشون میره. بنابراین یکی دینامیسم تحریم هاست که اگه در عمل نگاه بکنیم مانع هر گونه سرمایه گذاری شده. جمهوری اسلامی موقعی که میخواست برجام بشه خود روحانی در داووس گفت، خود ظریف گفت، گفتن آقا ما نیاز به 5 میلیارد سرمایه گذاری خارجی داریم. در دوره‌ای که برجام برداشته شد تا زمانی که دوباره تحریم ها اومد آقای ترامپ، یعنی 2.5 سال حدودا که طول کشید که تحریم های مجرد، در این 2.5 سال فکر نمی کنم کل سرمایه گذاری های خارجی به 5 میلیارد رسیده بود که خیلی هم ناتمام بود. خب چرا؟ چرا بعد از برجام هیچ بانکی با ایران کماکان معامله نمیکرد؟ چرا هیچ کمپانی نرم؟ به خاطر اینکه نه تنها ماهیت برجام، ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی که سرمایه گذاری های دراز مدت رو ریسک پذیر میکنه. چون میگه الان هم اگه تحریم ها برداشته بشه دوباره ممکنه فردا برگرده. این درست؟ بنابراین یکی دینامیسم تحریم ها که مانع اجرایی شدن قراردادهای مهمه، نه که چین نخواد غارت بکنه. بالاخره جمهوری اسلامی وقتی بخواد نفت و مجانی بده که دفعه اولش هم بارها کرده، میخواد چیزی بگیره دیگه، اونی که میخواد بگیره امکان پذیر نیست. یک، چین هم حاضر نیست. این حرفا بابا خنده داره. 400 میلیارد دلار میخواد سرمایه‌گذاری کنه با پول نفت، که اگه حساب بکنین بخواد نفت و گاز بده چی مهمترین منبع انرژیش میشه؟ جمهوری اسلامی. چین همچی کاری نمیکنه که. چین با عربستان و بقیه نمیتونه فقط به یه فروشنده اتکا بکنه که، این عملی نیست. حالا این دلایل جزئی رو بذاریم کنار. دلیل دوم، از 1991 تا کنون که جنگ سرد تموم شده بود و رفسنجانی اومد و به اصطلاح به آمریکا گفت آقا بیا در ایران سرمایه‌گذاری کنید و و و، تمام پروژه های مهم سرمایه گذاری غربی ها در ایران ناتمام مونده و شکست خورده، به خصوص پروژه های مهم انتقال گاز از ایران، انتقال انرژی از ایران یا از جاهای دیگه از مسیر ایران. ببینید وقتی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد، مهمترین مسئله برای اروپا این بود
که منابع انرژی آسیای مرکزی یه جایی به غیر از روسیه بره به طرف اروپا که اروپا اسیر روسیه نباشه. براشون ایران مهمترین مسیر و بهترین مسیر بود. اومدن ایران، خط نابوکو، هزار تا مسئله، نشد. چرا نشد؟ چرا نشد؟ اون موقع که تحریم‌ها یه دهم الان بود، بخاطر که اون موقع جمهوری اسلامی اومد با پروسه صلح در خاورمیانه مخالفت کرد، با آمریکا و اسرائیل خصومت که همه سرمایه‌گذارا فهمیدن که آقا سرمایه‌گذاری استراتژیک توی این مملکت قابل دوام نیست، ریسک داره. این یک. خط لوله می‌خواستن بکشن به نام خط لوله صلح به پاکستان و هند. چرا نشد؟ چرا نشد؟ جمهوری اسلامی به گفته نجات حسینیان که معاون وزیر بود همون موقع، که آقا 33% ما تخفیف دادیم قیمت گاز رو به پاکستان و هند. اونا حاضر نشدن. چرا حاضر نشدن؟ به خاطر همین سرمایه گذاری های دراز مدت کشورها یا اتکای دراز مدت به منابع انرژی ایران، این ریسک داره در ایران. نمی کنن. بهترین مسیر برای دنیا، برای اروپا، برای انتقال ذخایر انرژی خلیج فارس و کشورهای مثل قطر، دبی اینا به اروپا از ایرانه. خط لوله بکشن انتقال بدن تا اینکه برن این کانال سوئز که دور دنیا رو میچرخه. خب چرا نمیکنن؟ بابا ریسک داره. بنابراین به سابقه نگاه بکنیم، به همه اینا نگاه بکنیم و مهمتر از همه آخریش که میگم میشه، من میتونم تا صبح 50 تا دلیل اجرایی بگم. مهمترینش اینه، ببینید این پروژه جاده ابریشم جدید، یعنی یک کمربند یک جاده که چین داره میکنه، که تا الان فکر کنم 1 تریلیون همچین چیزی مثلا خرج کرد. درسته، خیلی خرج کرده. بله، یه نقشه رو بذارن جلوشون هموطنان نگاه بکنن، ببینن در کدوم کشورهای دورور ما چقدر خرج کرده. در بنادر، در پاکستان، در سریلانکا، در عمان، همه اینا رفته سرمایه گذاری های کلان کرده. درست؟ راهن، در تاجیکستان، در ازبکستان، در کشورهای مختلف تو آفریقا همه اینا کرده. تو ایران صفر. صفر. مهمترین کشوری که میتونست در جاده ابریشم جدید مورد استفاده قرار بگیره ایرانه. نکرده. چرا نکرده؟ ببینید شما بیاد، من یادمه یه عکسی یه بار دیدم که از این سفینه فضایی که میچرخه دور زمین، به اصطلاح اسپیس استیشن میگن، چی میگن، این یه عکس انداخته بود در کره شمالی، شب تقریبا تاریک تاریک بود، یه نقطه میدید یه خطی روشن روشنه، کره جنوبی بود. تفاوت دوتا مملکت دیده. حالا یه نفر بیاد یه عکس خیالی تصور بکنه توی منطقه آسیا و خاورمیانه، جاهایی که سرمایه گذاری خارجی شده، جاهایی که دارن توسعه پیدا میکنن و همه دارن کار میکنن، ایران هم توش باشه. ایران سیاه سیاهه. کل سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال گذشته کمتر از 1 میلیارد دلار بوده. آخه چجوری چین میخواد بیاد 400 میلیارد توی مملکت سرمایه گذاری بکنه؟ بنابراین نه که جمهوری اسلامی وطن فروش نیست، نه که چین بعدش نمیاد گریبان یکی بگه تا اونجا که میتونه غارت بکنه، هم تو کرده در سریلانکا، جاهای دیگه واقعا بیشرمانه رفتار کرده، اما نمیتونه در ایران اون چیزی که آخوندا میخوان در ازای وطن فروشی بهشون بده. خب پس چرا؟ خب آقای دایی، چین هم بالاخره اینا رو میدونه که تمام سدهایی که جلو پاش هست برای قرارداد بستن با رژیم همه رو واقفه بهش. چرا پس میاد همچین نقشه راهی یا سند همکاری یا تفاهم این تفاهم نامه است؟ همونطور که رئیس جمهور چین اومد 5 سال پیش به ایران با خامنه‌ای هم دیدار کرد. بله، شرایط اگه درست شه ما با شما این کارا رو انجام میدیم. درست مثل همون کسی که صبح پاشد به همسرش گفت حیف که گوشکوب نداریم، وگرنه میرفتم از همسایمون قابلمه و نخلوبیا و گوشت و نمیدونم اینا رو، پیازم میگرفتم یا آبگوش درست حسابی درست میکردیم. این شده مثل اون. یعنی اگر تحریما برداشت بشه، رفتار جمهوری اسلامی با همسایگان خودش من جمله عربستان که شرکای اصلی چینه عاقلانه بشه، اینقدر در دنیا تحریک نکنه، با اسرائیل مهمتر از همه در نیفته، ما این چیزایی که توی سند همکاری نوشتیم رو اجرا میکنیم، میشه همون آبگوشت همسایه که قرار درست کنه. اگه گوشکوب داشتن البته. اگه گوشکوب داشته باشه. آقای دایی، شما پس این تظاهرات و اعتراضات مردم رو توی این چند روز گذشته چگونه توجیه میکنید یا توضیح میدین؟ این خیلی خوبه. خب اولا فشار میاره همه اینا، فرصتی که مردم بسیج بشن یه مقدار فعالیت های سیاسی بکنن.
دومی که مجبور میکنه جمهوری اسلامی که بیاد اینو منتشر بکنه، همون 5 صفحه 10 صفحه که خود ظریف امروز تو کلاب هاست من ندیدم، ولی یکی نبودم، یکی از دوستان که بود گفت خودش گفت آقا با بودن FATF و تحریما این قابل اجرا نیست، مجبورشون میکنه بیان روشن میکنه این تبلیغاتی که میخوان بکنن پفش بتره، که ضعف اینا پوشالی بودن اینا که میخوان با چی صورت خودشون رو سرخ نگه دارن، که به مردم ایران میگه آقا کجا این کاری بابا، ما رفتیم با چین ساختیم که ما رو نجات بده، این رو روشن خواهند کرد. و در ضمن خب مردم هوشیاریشون هست که وطن فروشی هایی که اینا میخوان بکنن تکرار نشه جاهای دیگه، به راحتی نتونن انجام بدن. آقای دایی، نزدیک به 2 ماه دیگه فکر کنم مونده به نمایش انتخابات دیگه برای ریاست جمهوری رژیم. سال گذشته که سال 99 که این حکومت نتونست برجام رو احیا بکنه، مذاکره هم که صورت نگرفت تن ندادن، یعنی به نظر شما حالا موکول شدن مذاکره درباره برجام به بعد از نمایش ریاست جمهوری آخوندها پیام به خصوصی داره؟ چه معنایی داره؟ عرض کنم که ببینید دو مسئله، یکی ریاست جمهوریه که چه کسی این جمهوری اسلامی بکنه رئیس جمهور. سوال بعدی من اصلا باشه. آره نمیخوام بگم دوتا نمیخوام واردمون بشم. درسته. یکی هم همین مسئله برجام. ببینید ما برای اینکه دینامیسم این رو ببینیم، من لاغت برای خودم یه چارچوبی گذاشتم که مثلا خب آمریکا که دلش میخواد برگرده به برجام دیگه. بله. که در این تردیدی مسیرشونه. پس موانعش چیه؟ برای اینکه اون موانع رو ببینه آدم یه وقت ازش که آدم خیلی یه خطی نگاه میکنه، آقا این دموکرات ها از اول خواستن جمهوری اسلامی نجات بدن، جمهوری خواستن جمهوری اسلامی ساقط بکنن، خب حالا که اون رفته و این اومده دیگه تمومه دیگه، بقیهش حرفه. خب این که نشد بحث، ولی اگه ما بخوام بفهمیم چرا آمریکا تردید داره، چه موانعی هست دیگه، این که تو اول بکن من اول بکن، این که اینا که حرفه، که چه موانعی هست، اینو بخوام بفهمیم باید بیام یه چارچوبای تعیین بکنیم، بگیم سیاست خارجیشون رو چی قرار داره، موانع داخلی و سیاسی در آمریکا چیه، موانع منطقه‌ای چیه، تمام اینا رو بشین بررسی بکنیم، بگیم از توش این موانع در میاد. درست؟ اونجا که به جمهوری اسلامی میرسیم یه سری موانع دیگه وجود داره که چه در مورد انتخابات صادقه، چه در مورد برجام به طور کلی. ببین جمهوری اسلامی یکی از مسائل مهمش اینه که من همیشه اینو در نظر میگیرم، جمهوری اسلامی دغدغه یکیش اینه که سقوط نکنه، که مردم دوباره قیام نکنن، ورشکستم همه اینا هم هست. درست؟ درست. حالا مثلا سر اون جریان نمیدونم با هم صحبت کردیم یا نه، سر اون جریان که چرا خامنه‌ای اومد گفت واکسن نخرید از آمریکا، خب مسخره است دیگه. خب ایده استدلال میکردن که مسئله پوله، که من اعتقاد نداشتم مسئله پولی، اینا انقدر وسیله قارت مردم رو دارن که این یکی دیگه. مسئلهش این بود که اگه تو اون فضا می اومد واکسن آمریکایی می خرید، فضای رابطه با آمریکا تعدیل می شد دیگه. مردم گفتن این آمریکا داره به ما کمک می‌کنه، ما رو نجات بده. برای خامنه ای تو این شرایط اینه که خامنه ای باید صفر نگه داره چارچوب نظامو، چارچوب نظامم رو دشمنی با آمریکا سواره. حالا خامنه ای برداشتش اینه، خیلی زود فهمیدن اینا بعد از که بایدن اومد، که آقا این خبران نیست که با یه دستور اجرایی بایدن برگرده به برجام. درست؟ این مذاکره خواهد داشت، گام به گام طولانیه. سر همین نشستن سر میز مذاکره مجدد علامت ضعفه در مقابل آمریکا، که بالاخره یه بار شما رفتین برجام کردی، حالا دوباره باید بشین انجام بدی، اونم قطر چکانی بخواد تحریمای تو رو برداره، تازه باید بشین دوباره مذاکره بکنی سر منطقه و موشکی و تروریسم و چی و چی. درست؟ خب یعنی شکست. یعنی اگر اون جام زهر قبلی مثلا به جای اینکه 80% می بود آقای اوباما رقیقش که 30%، خب یعنی الان 30% دیگه باید اضافه بکنه. این 30% مهمش اینه که تو چه بستریه؟ تو بستری که مردم بزنن قیام کنن، تو بستری که حکومت ورشکست است. هر گونه نشان ضعف از طرف حکومت، عقب نشینی، پیامش به مردم اینه که آقا این حکومت ضعیفه، تأثیر میذاره رو روحیه مردم. بنابراین برای خامنه ای خطرناکه نشستن سر میز مذاکره در این شرایط، ناچار بشه میشینه. اما چون مسئله انتخابات قلابیشون هم هست، بالاخره توی انتخابات قلابی دعواها بالا خواهد گرفت دیگه، خامنه ای میترسه از دستش در بره که دم انتخابات
دعواهای اینا بالا بگیره، مسئله برجام بیاد رو میز دوباره، آقا ما باید بریم با آمریکا رفیق شیم، آقا تحریم مقصرش ما خودمونیم. خب این حرفایی که مردم میزنن دیگه، تو دعواهام گفته خواهد شد، حرفایی که روحانی الان داره میزنه. در حقیقت اومد تسمه رو چشید خامنه ای، گاه نه تو باید، این که خودش میدونه که آمریکا که نمیاد همه تحریما رو برداره، که امکان نداره، که بیا همه تحریما رو برداره تا ما بگیم سر میز مذاکره مثلا. خب این در حقیقت به نظر من انداختتش به عقب، به بعد از انتخابات، تا بتونه این گردنه رو عبور بکنه، آدمی که میخوانو بشونن سر کار، بعد وقت بشینن راحت‌تر، یعنی عقب نشینی راحت‌تر انجام بدن. ولی تمامی که اینو میگم به یه فاکتور بسته است که ما نمیدونیم. حتی من یادم چند سال پیش که صحبت میکردیم در مورد برجام که کی اینا امضا میکنن، چه موقع امضا میکنن، گفتم یه فاکتوری که ماها نمیدونیم اینه که خود حکومت میدونه که چقدر وضعش خرابه، چقدر لب خطره، لب مرزه. هر چقدر بیشتر احساس بکنه زودتر میاد پی موضوع مذاکره. من فکر کنم با برداشت که من میکنم، خامنه ای ترجیح میده چند ماه دیگه تحریما رو به جان بخره، ولی الان این ریسک رو نکنه، بذاره برای بعد از این نمایش انتخابات. من برداشتم اینه، احتمالش هست بشینم پای میز مذاکره، ولی بسیار ضعیفه، مگه اینکه بسیار 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 وضعشون خرابه، میخوان یه سری امتیازاتی بگیرن. بنابراین من فکر کنم مسئله برجام همونطور که قبل از آمدن بایدن و بعد از آمدن بایدن که اینقدر همه ریختن سر من که تو داری از بایدن دفاع میکنی، که میگفتم آقا این موانع داره، به این سادگی نیست، چه چارچوبایی داره. آخه به این اینجوری که نمیشه. همه من گفتن آقا تو عاشق بایدنی، ضد ترامپی، حالا اوناش که عیب نداره به من گفتن. ولی واقعیتش اینه که مسیر بازگشت به برجام برای هر دو طرف، نه جنگی نه چی، ولی همه که موانع وجود داره، این موانع که طولانی میکنه، ممکنه مسائل پیش بینی نشده به وجود بیاد. مثلا یه سال نیم پیش کی فکر میکرد که قاسم سلیمانی رو حذفش کنن؟ کلی عواقب داشت، میتونه کلی مسائل جدید پیش بیاد، مردم قیام کنن و مسائل دیگه. بنابراین فعلا عقب افتاده و اینا همش به ضرر حکومته. یعنی حکومت درسته که یه گزینه‌هایی داره، ولی همه گزینه‌ها به ضررشید. عقب بندازه یه ضرر داره، الان انجام بده یه ضرر داره. امروز آقای دایی شما یه توییتی کرده بودین در رابطه با اینکه قرار تحریم جدیدی علیه سپاه پاسداران یا چند نهاد امنیتی به خاطر کشتار مردم توی آبان 98 انجام بده. خبری از این داری؟ خبر تکمیل کننده؟ خبر اینه که خب اتحادیه اروپا در درجه اول میخواد انجام بده، یعنی نیروهای سرکوبگر و کسانی که تو قیام آبان ما مردم رو سرکوب کردن، خود آمریکا کرده این رو، و خب این بخشی از به اصطلاح تحریم های حقوق بشریه. و نکته مهم اینه که ببینید بعد از برجام تو ژانویه 2016 که برجام اجرایی شد، خیلی از تحریم های آمریکا لغو یا تعلیق شده، ولی تحریم های به اصطلاح گفتن ثانویه، تحریم های غیر هسته ای، یه سری تحریم هایی که مربوط به موشکی بود و نمیدونم تروریست بود و اینا موند. الان نسبت به 5 سال پیش تحریم های حقوق بشری که هیچ کنونش نمیتونه آقای بایدن بر نداشته، فکرم نمیکنم به راحتی بتونه بده، که کرده آمریکا و اروپا هم یه بخشش کرده، تحریم های حقوق بشری، تروریسم، موشکی و اینها چند برابر شده و این یکی از موانع بازگشت به برجامه. دقیقا همطور. برای من امروز این موضوع حساس است. آقای دایی در رابطه با این نمایش انتخابات رژیم، فکر میکنید کاندید مناسب برای رژیم تو این شرایط کیه و انتخاب شدن همچین فردی چه پیامی داره؟ خامنه یه زمانی میگفت دولت جوان انقلابی لازم داره، الان نمیدونم چی میخواد، من نمیدونم. ببینید به اعتقاد من تو همه موارد، فقط نمایش انتخابات نیست، تو همه موارد جمهوری اسلامی در یک زمان میتونه چند نیاز متضاد داشته باشه یا هدف متضاد داره که باید از میونش انتخاب بکنه. میدونید یعنی باید یکی رو گاهی اوقات قربانی بکنه. این کارام کرده، کارو کرده دیگه، بارها و بارها دیدیم کرده. همین عملیات تروریستی که با همین اسدی در اروپا کرد، خب بالاخره اینا کلی نیاز داشتن که به اصطلاح با اروپا خوب باشن که بتونن جلوی ترامپ بایستن. اون موقع رفته نقشه کشیده که دیپلماتش همچین تو دنیا کسی دیده با هواپیما بره بمب بیاره، بخواد بمب اجرا منفجر کنه، که اگه منفجر میشد که اینا بیچاره تر بودن، که خدای نکرده یه عده زیادی کشته میشدن. میدونید چه لطمات دیپلماتیکی به همین جمهوری اسلامی میخورد. خب ببینید پس یه نیازی داشته این کارو کرده،
چون بالاخره عملیات تروریستی ریسک داره دیگه، خودش هم میدونه تو تایلند گیر افتاده، تو آمریکا گیر افتاده، خیلی جا گیر افتاده، کنیا. بنابراین دو نیاز متضاد داشته، یکی می‌خواسته از اروپا استفاده کنه در مقابل آمریکا، بنابراین لبخند می‌زده، در این حال باید تروریستش هم جلو می‌برده. حالا در مورد انتخابات من فکر کنم که نیازهای متضاد، ببینید جمهوری اسلامی خب یکیش اینه که بالاخره وقتی یک کسی مثل روحانی یا اعلام مثلا صحبت لاریجانی اینا ها بتونه فشار آمریکا و اروپا کم کنه دیگه، به اونا دوباره یه چراغ سبزشون بده که آقا این بهتره، این دیگه حسین دهقان و نمیدونم سردار سپاه و فلان و فلان نیست، با این میشه کنار بیاد. اگه با اینم رفیق بشید سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ممکن تغییر بکنه، سیاست هسته‌ایش هم تعدیل بشه. خب این یه نیازه، درست؟ یه نیاز دیگه اینه که نه، میبینه که آقا وقتی یه کسی مثلا مثل ظریف روحانی ها تضادهای داخل حکومت بیشتر بالا میگیره، این تضادها و این شکافات تو جامعه سرازیر میشه، به مردم فرصت میده که بتونن بیشتر فعالیت بکنن، یعنی کمک میکنه به اصطلاح سرباز کردن نارضایتی های مردم، یه جایی خطرناکی براش، برای سرکوب احتیاج داره به بستن حکومت، به جایی که یه آدمی بیاره که مثلا متضاد با جناح اصلی حکومت یعنی سپاه و خامنه ای که بیاد تو خارج فایدهش بیاره. نه، میگه آقا من نیاز دارم یکی دیگر بیارم که حکومت رو بسته تر کنه، دستم برای سرکوب به اصطلاح و بستن فضای جامعه بازتر باشه. درست. نه یامی تضادهای داخل حکومت رو بیریزم تو سطح جامعه مثلا. در اون صورت میره طرف چی؟ آدم پاسو. پس یه جا ممکنه لاریجانی بیاد، یه جا ممکنه مثلا بره جلیلی و مثلا بره. دو تا نیاز متضاده. یه چیز دیگه هم هست، تمام این دعواها و این حرفا توی این بستره که بالاخره خامنه ای هر کسی بشه رئیس جمهور توی این حکومت 8 ساله است دیگه، خامنه ای که 8 تا 8 سال دیگه نود میشه 90 سالش، خدا بخواد هر چی زودتر شرش رو کم خواهد کرد. بنابراین باندی که رئیس جمهوره، یکی درسته حالا ریاست جمهوری همه قدرت دید، بگیم 20 درصده، بگیم 30 درصده، بالاخره سر مسئله تعیین جانشین خامنه ای همون 20 درصد هم مهمه دیگه. درست. خب اگه از اون جناحی باشه که میخواد نقش کشته بعد از خامنه ای بیاد ببره، بنابراین باید اینجا هم عمل بکنه. بنابراین سه نیاز متضاده، یکی مسئله کم کردن فشار خارجی، دوم سرکوب مردم، سوم مسئله جانشینی. تو این سه تاست. من کماکان معتقدم از میان اونا که موجوده، ببینید ما یه وقت فکر کنیم که مثلا قرار بره توی این حکومت مونتسکیو یا دکارت بیاد بشه رئیس جمهور، نه، توی اینایی که خودش واقعا خب همچی کسایی که نمیان که اینا، تو کسایی که بعد از 13 به در احتمالا کاندیداهای اصلی رو خواهند کرد، توی اونایی که مطرح میکنن، من کماکان برداشت شخصی من اینه که برای حکومت کماکان بهترینه که برای کشاندن مردم پای صندوق که بتونن در خارج خرج بکنن، اینم یکی دیگر نیازهای حکومته، این برای کشاندن مردم، برای به اصطلاح وعده درمانی، فریب جامعه بین‌المللی، کم کردن فشارهای اجتماعی در داخل و کم کردن تحریم اونا در خارج، کماکان اون کسی که بیشتر تو خود اونا به طور نسبی میانه روتر مثلا میام در معیارهای خودشون هست، اون رو به نظر من ترجیح خواهد داد. اگر بره به طرف یه پاسدار بخواد انتخاب بکنه، این مسئله نشون میده که مسئله مرگ خامنه ای و این مسئله نیاز مفرط به سرکوب تمام عیار براش مهمتره، بنابراین وضعش بسیار خرابتره. همونطور که سر مذاکره گفتم که به نظر من فکر میکنم اون فاکتوری که ما نمیدونیم چقدر وضع حکومت خرابه، چقدر مسئله قیامو جدی میبینه، بنابراین زودتر پای میز مذاکره خواهد اومد، در این صورتم اگه واقعا احساس بکنه این میتونه فاکتور تعیین کننده باشه که رژیم رو ببنده بره به طرف این که سرکوب بیشتر بکنه، یا نه راه نجات خودشو در کم کردن فشارهای خارجی و وعده درمانی میبینه، یا نه در بستن بیشتر یا سرکوب به اصطلاح میبینه. این دو دستگاه متفاوته، بعد ببینیم به کدوم سمت خواهد رفت. فکر میکنید مردم این وسط آقای دایی چه نقشی میتونن داشته باشن یا چه کار میتونن؟ من فکر میکنم که با این با نمیدونم حالا چه کسایی رو میارن وسط. الان که خب خیلی بیرونقه، یعنی یه مش آدم های درب و داغون آوردن که اصلا خنده داره. ولی حالا صحبت این که ممکن لاریجانی بیاد رئیسی رو نمیدونم، بعید میدونم چقدر بتونن داغش بکنن. من برآوردم اینه که 20 درصد بیشتر شرکت نخواهن کرد، ولی تبلیغات خواهن کرد و اینا
که بیان یه سری جاها به اصطلاح بعد مسئله کرونا هست همه چیز هست، نه خیلی سوت و کور برگزار خواهد شد، خیلی خودشون هم میترسن، برایشون هم مهمه، یه نیاز جدیه. بنابراین همین که اووردن یک کاندید پاسدار این نیاز رو که کشوندن مردم پای صندوق باشه رو برآورده نمیکنه و برایشون خطرناک میتونه باشه. من برآوردم اینه که خیلی مشارکت خیلی پایین خواهد بود با توجه به انتخابات قلابی مجلس، دیدیم دیگه خودشون گفتن 28% نه چرا بوده مشارکت، بله خیلی پایین بوده. آقای دایی خیلی ممنونم از وقتتون، از توضیحاتتون، امیدوارم که سالی بسیار پربار بدون ویروس کرونا و همطور ویروس ولایت داشته باشیم. برای شما همچنین، برای تو سلامتی آرزو میکنم و شنوندگان عزیز و بخصوص برای هموطنان که هم از شر کرونا و هم از شر این حکومت در سال 1400 خلاص بشن. امیدواریم. روزتون بخیر آقای دایی. ممنونم.
از دود و شرر تیره نمودم هوا را، آتش زده سکانه زمین را و سما را، سوزانده به چر اختر و در خواب گیاه را. ای واسطه ی رحمت حق بحر خدا را، زین خاک بگردن ره طوفان بلا را، بشکاف هم سینه ی این ابر شرر با. امیرایت کاوه، امیرایت کاوه، امیرایت کاوه.